کلن میشه اردر این مجموعه به طور کلی، این اردرش میشه n به توان 2. میریم سراغ حلقه هایی که تو در تو هستن و وابستن، که یه مقدار به دقت بیشتری نیاز داره. حلقه هایی که ما در اینجا میبینیم به هم وابستن، فرمون از 1 تا n میره، این فرمون از 1 میره تا i، این i شمارنده حلقه بالاییه، یعنی این فوره به این فوره وابسته است. برای حل چنین حلقه هایی میگیم که باید یه جدول رسم کنیم، که این جدولم خود من استفاده میکنم و از 15-16 سال پیش اینو من عنوان یک طرح دادم که حالا خودم هم زیاد استفاده میکنم، بعضی از همکارم تو کلاس کنکور از این روش استفاده میکنن، که میگن یک مقداری مثل آی داریم که شمارندهی به اسم آی داریم، مقادیری از 1 تا n رو میگیره و یه دونه یه دونه اضافه میشه، پس i 1 2 3 تا میره تا n برسه، از 1 میره تا n و یکی یکی زیاد میشه. اینو مینویسیم، بعد میگیم وقتی که i 1 بود تعداد تکرار این دستور برابر است با 1، چون وقتی که این فرمون از 1 میره تا n، وقتی که i 1 در واقع این تعداد تکراری که نوشیم تعداد تکرار این حلقه داخلی است، تعداد تکرار این حلقه داخلیه وقتی که آی یک از 1 تا 1 یک بار، وقتی که آی میشه 2 یعنی از 1 تا 2 با این حلقه 2 بار تکرار میشه. خیلی واضحه دیگه، به این آی وقتی شما مقدار مثلا n میدی تعداد تکرارش میشه n. خب وقتی تعداد تکرار این حلقه ها رو پیدا کردی باید اینا رو با هم جمع کنیم، چون وقتی آی رو داده بودیم 1 این از 1 تا 1 رفت، یعنی یه بار این دستور تکرار شد. وقتی آی رو دادیم 2 این از 1 تا 2 رفت، یعنی دو بار این انجام شد. و وقتی هم که آی رو دادیم n این از 1 تا n رفت، یعنی n بار تکرار شد. کلا برای که ببینیم این چند بار اجرا شده باید این عددا رو با هم جمع کنیم. جمع 1 2 3 تا n یعنی جمع اعداد 1 تا n میدونیم که برابر است با n در n به اضافه 1 دوم، و اگر این به اضافه 1 و این 2 رو در نظر نگیریم یعنی همون n به توان 2. و یک مثال دیگه، یک فوری داریم از 1 تا n که شمارندش ضرب در 2 میشه، یه فور دیگه ای داریم از 1 تا i که شمارندش اینجا یکی یکی اضافه میشه. ما اگه بخوایم این حلقه های وابسته به هم رو تحلیل کنیم، این i که قرمز کردم یعنی این حلقه داره میگه که من به حلقه بالایی وابستم، چون شمارنده بالایی آی بوده منم دارم میگم آی. مثلا اینجا یه عدد یا یه پارامتری مثل ام و ان نیستش، یک مقدار شمارنده است. برای حل اینا گفتم باید جدول بکشیم، آیمون از 1 میره تا ان، اما اینجا مثل بالایی یه دونه یه دونه اضافه نمیشه، هر بار ضرب در 2 میشه، یعنی آیمون که 1 دفعه بعد میشه 2، بعد میشه 4، 8، 16 تا برسه به ان. وقتی که آی یکه این از 1 تا 1 که حرکت میکنه یه دونه یه دونه، پس یعنی این فوره یه بار تکرار میشه، این قسمتش این بالاییه. وقتی که آیمون میشه 2 از 1 تا 2 دو بار تکرار میشه، وقتی که آیمون میشه 4 از 1 تا 4 4 بار تکرار میشه، و در نهایت وقتی آیمون میشه n از 1 تا n n بار تکرار میشه. حالا این عددا رو که با هم جمع کنیم معلوم میشه که این دستوره چند بار انجام شده. 1 و 2 و 4 تا n رو اگه بخوایم جمع کنیم برای سادگی کار میتونیم به جای 1 بذاریم 2 به توان 0، به جای 2 که خودش رو میذاریم به جای 4 2 به توان 2، و به جای n هم میتونیم بنویسیم 2 به توان لگاریتم n در پایه 2. طبق قوانین لگاریتم میدونی که این همون n. اگر اینا رو نگاه بکنیم طبق فرمولی که داشتیم و توی مجموعه ساختمان داده بهتون گفتیم، میشه جمله آخر با توان یکی بیشتر منهای 1، مخرجم همین بالا رو می‌نویسیم بدون اینکه این توان رو در نظر بگیریم. پس میشه به این صورت، یعنی جواب جمع این عددها میشه این جمله آخریه که توانش رو یکی زیاد می‌کنیم، به جای لوگ n تو پای 2 هم نوشتم lgn، منهای 1 می‌کنیم، بعد مخرج عین صورت رو می‌نویسیم، اما این دیگه لوگ n به اضافه 1 رو نمی‌نویسیم. 2 به توان لوگ n به اضافه 1 منهای 1 رو به 2 منهای 1 تقسیم کنیم میشه این عبارت، و 2 به توان لوگ n همون n و میشه 2n منهای 1، و در نهایت این 2 منهای 1 مهم نیست تو اوردر، مرتبه میشه o n.
پس من thay đổi đây các bạn, cũng tầm 2 lần tầm